چی شد؟ رکورده. میریم؟ آقا نادر میگیری؟ آخ ببین میخوام جر بخوریم. خوابوندیش؟ به جل زدم. جدی؟ ببین چی میخواستم بهت بگم؟ آخرین بار کی بود ویدیو گرفتیم؟ آخریش شماله بود که ما هم گرفتیم. عیده بکنم جر خوردیم. یه سال پیش بود؟ نه جر خوردیم. دو سال پیش. این عیدی که گذشت نه، سال قبلش. امیر پارسا و بهراد. وای وای وای. همون که بار شروین اومد علی علی خوند. علی علی خوند. وای یزید تو. ببین یکی از خنده‌دارترین ویدیوهایی که گرفتی به نظر من همونیه که این من خودم اونو میبینم خیلی میخندم. نه که بخاطر اینکه خودم توشم ولی اونی که زنگ میزنیم اینمون خیلی خنده داره. میخواستم امروزم زنگ بزنیم به اینمون ولی گفتم ولش کن دیگه تکراری میشه. ببین من همش میام میشنم خاطره تعریف میکنم و من همه خاطرهام با توه. الان را فهم میکنم خیلیه. یعنی یه خاطره مریض تعریف کن. پاسکاری خدای پاسکاری بریمش. بعد دقت کردی که خیلی از خاطرهامون مثلا تو شمالیم سفریم. آره. من به هر کی میگم میگه مثلا بس دیگه، چون میگم به خدا من هر چی خاطره دارم یا دبی یا شماله ندارم دیگه. همه‌شو سفریم. اونایی که اومدی اینجا قبلش که دبی بودی میومدن پیش تهرانه همش سوبره دیگه، هیچ خبری نی. آها خب آره دیگه، خب من هر موقع مسافرتم مثلا سوبر نیستم. آره خب مثلا آره تهران که همش مثلا داریم چون تهران که اصلا کاری نمی‌کردیم. الانم الان تهران برام مسافرته. الانم آخر هفته کردان تعریف خدایی به کردان بیشتر خوش میگذره یا شمال؟ شمال یه چیز دیگه. ببین آخه کردان کردان سریع تر برنامه جور میشه، راحت دیگه. کردان شب سه تا زنگ میزنه شب 15 نفریم. شمال باید هماهنگ کنی با یارو یه ساعت، بعد سه روز بمونه. کردان میاد سریع کار را میفته. آره دیگه دقیقا تا زنگ میزنی میگه فقط ساعت چند کجا؟ ببین یه خاطره بگو. از چی بگیم؟ یه خاطره نمیدونم، من از پاره بودم، من یادم شاید نیاد خاطره رو. چیزا گفتی تو؟ آتیش سوزی و آره فکر کنم ولی گفتی؟ یعنی یادم میگه گفته باشم یا نه. یادت بد فوت شده بود رو؟ آخه نگاش نمی کردین یزید. خب بخوای بگو دیگه، الان یه چیزی داریم میگیم نمیدونن چیه، بگو از اول. یه شب بودش که پاشا همینطوری بازیش گرفته بودش داشت. همینطوری یه دونه چی داشتی موبایل؟ 11 آره گوش کوبا. دو تا گوشی داشت دیگه. یعنی یه دونه اون دستش بود، یه گوشی دیگه. بعد با این قشنگ بازی میکرد دیگه. بعد بغل باربیکیو ایستاده بودیم بشیم مثلا غذا درست می‌کردیم. دو صبح بود، بعد بابام خواب بود. آره دیگه دو همون دیگه. وایساده بودیم داشتیم قزم از درست میکردیم. یهو من نشسته بودم مثلا همیشه داشتم یه قلیون درست کرده بودم، داشتم میکشیدم. عاشق قلیونه. داشتم قلیون درست کرده بودم میکشیدم دیگه. بعد مست پاشا رفتش در باربیکیو شروع کرد اینطوری با بکنم الکل. آره با الکل آتش زنه. نه با الکل اصلا ریخت بهش. آه با الکل اینجوری میریخت گرد و فندک میزن اینطوری میسوخت. موبایلش این وسط گذاشته بودش. اصلا چرا؟ آره هیچ دلیلی نداشتیم. بعد یهو دوستمون اومد گفت بده من یه دست چیکار کنم. گفت بابا اینجوری جالب نیست. من مثلا ببین این موبایله بود، مثلا دور این موبایله من اینو ریخته بودم مثلا جالب مثل سرخپوستا مثلا آتیش بزنه اینا، هیچ دلیلی نداشت. اینو از دور من اینجوری کرد. بابا اینجوری که باحال نیستش. اینو من بطریو گرفت اینجوری ریخت. خب آره زدش بعد اینو که ریخت این برگشت تو بطری اومد گرفت تو گردنش. وای وای. بعد یه صحنه عین اجدعا آتیشه رو پرت کرد، چون پرت کرد افتاد رو پای یکی دیگه اصلا. بعد کل این صحنه من این صحنه رو داشتم مثلا توی حلقه قلیونم می‌دیدم. پسر داشت تو حلقه قلیون من رد می‌شد می‌پرید تو آتیش. وای 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 خدای ببخشید. بعد اینا رفتن اینا رو آقا هر داستانی بودن سوخت بیچاره و اینا بردن کاره اداریشو کردن و من دکتر و اینا. بابا یه صحنه بود چمن خیس بود. آره. کله رو داشت میکوبید تو چمن. بعد این داشت قلیون میکشید. خیلی شده دارکی بود. بعد آقا اینا برگشتن
بعد چون من هیچ ریاکشنش نرده بودم اینا رو من یکی دو روز بعد فاز بودن تو نشون نمیدادی. حالا اینکه الان خوب شده، یعنی الان داریم میگیم اوکی شد، همش تقاطع هم. یعنی با هم اوکی نه اصلا کلا یعنی هیچ اثری از آثار اون داستانم نیست کامل، ولی تو بعد علی اون اینجوری بود که نگاش نمیکرد. هیچ کی اصلا نمیدونم چرا اینجوری شده بودیم. آخه خیلی عجیب شده بود. ببین ترسیده بودیم واقعا. هم ترسیده بودیم هم اصلا عادی نبود. خب فکر کنم اول بگم شوخیه. جاش اصلا یه جور عجیبی شده بود. بعد دیگه فر. حتی همون شماره اصلا شماره خیلی بدی بود. سگه بود دیگه. دقیقاً همون سگه. اون سگه که وای وای وای. اون صحنه رو یادته؟ وسط ویلا. چیز بودش دیگه. بچه‌ها همه رفته بودن. چهار تای خودمون فقط مونده بودیم. من آره. و علی سجاد. آره. مونده بودیم بعد داشتیم راجع به وقایع اون شمال میگفتیم که مثلا شب اولش چی شد. خب شب اولش چی شد؟ شب اولش اصلا یکی از بچه‌ها دوچرخه رو برداشت. دوچرخه سالم مثلا دیروز سرویس بود، برداشت رفت، بعد داشت میرفت یهو این چفت و بست دوچرخه در میاد و صورت میخوره زمین. خب بعد فکر کن این فیلم ها این اتفاق که میفته یه سگه اون بغل داشته قدم میزده مثلا اینجوری. آره. این تموم میشه فردا شبش دومش میمد دم ویلا دیگه، میمد دم ویلا نصف شبش اون آتیش میگیره، بعد دو سه شب هی یه سری داستان پیش میاد و اینا ریز ریز. اینا یه شب مثلا تموم که شده بود همه رفته بودن و اینا داشتیم بودیم. تعریف میکردیم که بابا این سگ عجب مصیبتیه و اینا. نه بعد اینطوری نشسته بودیم، بعد داشتیم صحبت میکردیم و خیلی هم داشتیم مثلا میگفتیم مثلا چه شمالی شدیه و چقدر مثلا اتفاق عجیب توش افتاد، از اول یکی اون ترکید، یکی دیگه آتیش گرفت، یکی دیگه نگه داستان دیگه شد و اینا. گفتم مثلا بریم از پایین حالا مثلا یه آبی بیاریم بالا. از پله اومدیم بیایم پایین، دیدیم سگه اصلا مگه میشه در ویلا باز، سگه روی پله چهارم وایساده داره من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم واقعا. خیلی عجیب بود، خیلی اون خیلی عجیب بود. آره بعد خیلی خاطره مثلا جزء سمیترین شمالایی بودش. خاطره خاطر عجیب غریب خیلی دارم. خاطره مستو تعریف کنم. دبی یو. آره یه بار با سانسور بگو. وای خود سانسور رو بگم. یه شب مست بودی اصلا دوست دارم بدونن که چجوری رفتیم اونجا. آقا تولد یکی از بچه‌ها بود، بعد توی امارات یه دونه یعنی یه شهر دیگه است به اسم چیز رأس الخیمه بود دیگه. آره یا آره رأس الخیمه. بعد ریکسوس یکی از خفن‌ترین هتل‌هاست دیگه. بعد تنها هتلی بود حالا اون موقع که ما اونجا بودیم که آل اینکلوسیو داشت، بعد با یه قیمت خیلی مناسبی برات در میومد. تو مثلا واقعا یادم نیست چقدر، فکر کنم اون موقع نفری مثلا 500 هزار تومان برات میافتاد. یه چیز اینقدر خنده دار بود. تو اینو میدادی all inclusive، هر چی می‌خواستی مشروب و تکیلا و نمیدونم مثلا غذا و همه چی مثلا می‌زدی راحت. کلا تو امارات دیگه نبود. آقا یه بارم تولد یکی از بچه‌ها بود، تولد بود دیگه نه. آره. یا همینجوری رفتیم یهو یادم نی. آراش بگم یه اتاق مثلا 5 نفره رو، ولی 5 نفره که مثلا واقعا 5 نفره که واقعا توش 9 نفر جا می‌شدن و ما 9 نفره رفتیم. خب یعنی این نفری آلردی خوب بود نصف شد. خب بعد این مدلی بود که ما رفتیم نم رسپشن، بعد دیدیم که خب یکی خب تو اونجا باید آیدی کارت بدی که میخوای هتل رو مثلا چکین کنی، به اسم یکی باید باشه دیگه. اون آدم هم خیلی واقعا تخم میخواد که این کارو بکنی، چون میدونی که داری میری اونجا رو چی آقا دبی داری. آره. بعد یارو رفت مثلا آیدیشو داد و اینا، این که رفت آیدیو داد، ما اینه مثلا میشن ایمپاسیبل یهو دو نفر از اون پشت دو نفر دیگه رو اومدن مرد لباس مثلا خدمه رو پوشیده بودن که بعد حالا میرفتن دو نفر رفتن تو. چه سنی این کاری که من الان جرأتش ندارم این کارو بکنم. آفرین واقعا الان دیگه جرأتش ندارم مثلا بخوام. ببین از نزدیک این داستانم رد بشه. ببین انقدر حرفه‌ای بودیم که اون لحظه‌ای که یارو دیدی یکی اوباد میفرستن که هتلو به تحویل بده اتاقو، اون یارو که داشت اتاقو به اون تحویل میداد کارتو زد رفتیم تو، یارو رفت بیرون، یهو دو تا از دوستام تو کمد اتاق مثلا اومدن بیرون زودتر رفته بودن تو اتاق. بعد آقا این تموم شد و اون شب به این فکر کنم مثلا 9 تا سیبیل واقعا یه دونه دختر با همون نبود دیگه. هر دیگه کلا اصلا چه دلیلی داشت رو مسافرت من نفهمیدم یه 9 تا سیبیل رفتیم اصلا فرداش خبری بود آدمون بیان. آه راست میگه 9 تا سیبیل بود پسرونه آخای معنومه پسرونه، ولی فرداش میگه بعد اون شب. ببین من اینی که دارم میگم آخه واقعا فکر میکنن دارم اغراق میکنم، ولی این واقعیت. رفتیم اونجا تکیلا شات میریخت
خب من اون شب تا 27 تا شات تکیلا خودم رو یادمه. بعد 27 تا شات تکیلا خیلیه یزید، چهار تا میخوری گوز میشی. خب بعد این بکنم روش آبجو هم میزنی، آبجو هم میزنی رو 37 اومی دیگه قفل کرد. وای 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 دیگه نمیدونم با چه جوری تعریف کنم اینجا. از 25ش تو زبون نازبونی با یه دونه قزاقه دوست شدم اونجا، یادته یا؟ آره عکسش هم دارم، میگم پاشو بذاره تو چند. ببین یارو ودکا میزد واسه من میگفت تکیلا بریز، بعد یارو یه قیافه مثلا شبیه جکی جان مثلا در نظر بگیر، یه سیس صورت اونجوری ولی یه پشمو فر. خب این داشت این میریخ به من، میگفت باید بزنی. آره تو بعد کسی در افتادم اون شب. اون شب اصلا خیلی عجیب بود اون شب، مانسر من انداخت بیرون اون شب. آره من بقیهش هم نگفتم، خیلی بد بود بقیهش. آها نه واسه آره هتل واسه بذار سویچ کنیم روی یکی دیگه که اون شب بود، یه پسره بود بهش میگفتیم امیر تلو. خب آره دقیقاً. بعد این بچه انقدر شیک و ساده و مؤدب بود که یعنی مثلا تو رو شما میگفت. خب یعنی اصلا گفتیم این که اصلا نبه. من یه صحنه اینو یادمه، آباجور هتل، بعد دیدی تو هتل همه چی مینیماله. آره. سیم رد نشده. آره. دیگه اینا همه از تو رفته. دقیقا. خب این آباجوره رو یهو اینجوری از دسته گرفت، شبیه هالتر بلند کرد، سیمه از تو دیوار در اومد، فیوز کل اتاق پرید، کل طبقه. خب بعد ما هم نمیتونستیم بریم قور بزنیم بگیم چرا اینجوری شده، چون 9 نفر تو اتاق میومد تو که اصلا زندانی میشدی. اصلا هر کدوممون تو یکی از زندانا بودیم. چله تابستون گرم زیاد داشتم، عرق میریختم ولی نمیرفتیم چون کولر قطع شد دیگه و من نمیتونستم برم به یارو بگم که چیز کن. خیلی ولی من اون شب حالم بد شد. تو نبودی. ببین یه صحنه محمد یکی از دوستامون در رو وا کرد، اومد گفت ببین هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، فقط دعا کنید. حال بیمار واقعا بده. با حوله از تو همون اومد بیرون تو که بچه حال بیمار واقعا بده. اینو پاشا هم بکنم ویدیوهاش هم دارم ولی آخه نمیشه دیگه. آره خیلی بده. فیلم تولد اصلا درست کرده بودی، اشوان اولش میگه آفرین، وسط اون یه تیکش گذاشته بودی، سوسکی رد کرده بودی، داده بودی وسطش. آخه اون اشوان هم خیلی باحاله. افشین که تولد من تبریک گفت فکرت بچم پاشا جان امو اشوان هم بکنم آفرین. من رفتم گفتم خب نمیدونم خیلی، من تو نور رفتم چیز همون لمیز رویان رفتم کافی بخورم و اینا، 5 سال پیش بود فکر کنم. آره بعد من بعد عاشق موزیکای اشوان، یه موزیک داشت یادم نیست چی بود اونو میذاشت، بعد خب کلا دوست داشتیم، خیلی خاطره داشتیم و اینا. بعد یهو من اشوانو دیدم از تو کافه اومد بیرون و با دوستاش بود و اینا، بعد خیلی هم زایسی نفر آدم اونجا و اینا، من مثلا نرخل یهو رفتم گفتم اشوان جون خیلی چاکرم و اینا، گفت قربونت برم مثلا مرسی فلان و اینا. گفتم ببین من داداشم عاشق کاراته. خب بعد اینو که گفتم بعد داداشش کوچیک بشه دیگه، من داداشم 35 ساله نیست عاشق تو، اصلا فیس تو تو ذهنش نبوده. خب بعد من یه آدم له تو ویلا افتاده بودم اینجوری، فقط داشت آب لیمو میخورد. یهو براش ویدیو رو فرستادم پشماش ریخت، گفت عرفان جان داداشو دیدیم، نمیدونم داداش خیلی دوست دارم ببینم، گفت داداش خیلی دوستت داری همچین. آره چیزی گفت امیدوارم ببینم تو اینا، امیدوارم هیچ وقت نبینه تو. آره این اندازه رو نبینه یعنی. آقا ببین من یه سری چیز به بچه ها گفتم به پرسپی، چقدر فرستادن پشمام داره میریزه. ببین یه سری وایس فرستادن، باید هیچ ریاکشنی نداشته باشیم. خب یعنی سعی کن که هیچ. آخه من خیلی سختم ها، میدونم همون اشتباه بودی. بریم من میذارم اینجا که ولی من آدم با مزه نیستم، ولی اینو میگم تا بدونی. به یکی میگن دو دوتا، میگه ها، میگن دو دوتا، میگه آها. این چه خط بد خط وای 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 بخنده یه بعد. آخه نه تو که داشتی روی حرکت میزدی فکر کردم به تنهایی کافی نیست جرت بده، گفتم بذار دابسششم برم. خیلی جوک باحالیه، جوک باحالیه این، مثل کدوم جوک هست اصلا خنده‌دار نیست جوکه. این میگفت تو تا برگر توی چیزن برگره توی ماکروویو، بعد به اون یکی برگره میگه که آجی خیلی گرمه،
بعد بعد اون یکی هم میگه که ما برگریم نباید حرف بزنیم. خب میدونی از این جوک هاست که اصلا خنده‌دار نیست ولی باید درکش کنی. بیا چطوری؟ میدونین که وقتی نیوتون رو برعکس میکنیم چی میشه؟ میدونی نیوتون رو برعکس میکنیم چی میشه؟ سیب میره تو کونش. وای 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 میمیرم الان. میتی به دارم همینو میگه سیب میره تو کونش خودش یه خود دهنه سیب. ببین میدونستی سلطان جوک امیر پارساه؟ آره امیر پارسا اصلا راجع به هر چی بگی واسه جوک میگه. مریضی داره دیگه. ببین من اصلا نمیتونم حفظ کنم، یادم نمیمونه جوک. منم جوک یادم میره، خیلی حال بدیه. بعد جوک تعریف کردم واقعا چیزه، هنر میخواد واقعا. آره من همون ترجمه‌ام بخندم. محمدم خوب تعریف میکنه. ببین میدونی کیا خوبن؟ اینایی که ذاتن آدمای جدی هن. آفرین. میدونی چی میگم؟ یارو جدیه بعد جوک میگه جر میخوری. اصلا یه چیزی میگه اصلا یه قاچ میخوری اون. بیا تو رو خدا نخند. اگه پول میدهی چیزی با مزه میگفتم، پول نمیدی نمیدی. خب بگو دیگه، الان ما که وایس تو گوشیم، ولی حالا خیر. ببین تا حالا حرم امام رضا رفتی؟ دیدی دیگه دوای نفتی هم مهم نیست، دیدی یه دوای مختلفی داره، مثلا بابا رضا، بابا جواد، همین بابای مختلفی داره، دوای مختلفی داره. چی کار داره؟ دفعه که رفته بودم یه دو جدید باز شده بود، میدونی اسمش چی بود؟ لوسه. بابا اسفنجی. لوسه. دیدی قبلش فهمیدن؟ بعد چند میدی؟ بعد هم نگو شیش. شیش میدی؟ از شست. اوکی اوکی یاری این یه ثانیه رو نمیدی؟ تو خواهم نمیگیره ولی چیزا رو میگیره. صداش خیلی داشت اصلا نمیرفت اون چیزا. نه میره. اوکی بریم برو. اوکی میدونی هر از گاهی مثلا توی چت طرف داره مثلا چیز میفرسته و اینا صحبت های مهم میفرسته، بعد یه اون وسط یه نفر میاد میام میکنه چی؟ حالا بیا چطوری پاشا؟ یه چیزی هست که توی همه خونه های ایرانی وجود داره. خدایی حال کاری نرم. میدونی چی؟ چی؟ سینی پشت ظرفشویی، اونجا که ظرفو میشوری. آره. پشت اون یارو بیلبلکه. نمیدونم چرا، هیچ دلیلی نداره ولی حالا. یه پلاستیک که توش پر از پلاستیکه. اینم هست. راست میگه. اینم هست. آره. خب بیا. آقا یارو رفت ماشینشو بیمه کنه با آشین برگشت. ها؟ می ماشین برداشت. آها آشین برگشت. یه دونه دیگه بود، یارو میره بانک زامن زامن نداشته منفجر میشه. جوک اولیه چی بود؟ آها یکی شنیدی که چیزه یارو خونش بغل استادیوم بوده؟ نه یارو خونش بغل استادیوم بوده. میشه بگن مشکل نداری خونت بغل استادیوم؟ میگه نه 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 نه. این بیشتر کنسرت بوده. آره شاید هم کنسرت بوده. آره بعد تعریف کرد. حالا وای وای اون بود دیگه. آره آفرین. میگم یه روز دوست دختر حسنی و حسنیم که حسنی میای با هم بریم همون، حسنی میگه که بریم بریم معلومه که بریم، تنبلم کسخل که نیستم. حسنی کلان کاراکترش تنبل بود. آه چقدر جوکش رو باید آنالیز کنی. ستون پاشا چطوری؟ عشق منی. سی وایس طنز بدی اصلا مرا طنازی کنن. میدونی لوبیا گل بکشن چی میشه؟ چی میشه؟ لوبیا گل بکشه؟ چه میدونم؟ میرن توالت چیتی. میاو. این خوب بود. دوستان بگه سیگار رو اصلا نکنم. تا بقیه داره لوت میشه. ببینم جوکه بال دیگه چی داری؟ اصلا جوکه یادت میاد عقل چیزا باشه شهری و اینا. نه نه یه بگو یه تهرانیه که خودمون باشیم. یه تهرانی داری بیا بشو. پسرا همش به دخترو میگن اگه اینقدر آرایش نکنین با پولای لوازم آرایشیاتون میتونین بنز بخرین. شما که آرایش نمیکنین بنز دارین؟ داریم دیگه. آره تو آره ایش نمی کن شما میدونی به داداش شوگردادی چی میگن؟ میگنم قناد.
عمو قنات اگه شوگر ددی بشه حرفه‌ایه ها واقعا دیگه آخه چون مو سفید نمیشه اصلا یعنی نمیدونم آها شوگر ددی بخشی از کاستومش مو سفیده نه بعد یه ذره بشه دیگه یه ذره اون حالت رو بد بده شوگر ددی پوله فقط به نظر تو آره دیگه آره دیگه بعد دنبال پول بشه دیگه به نظرم شوگر مامی خوب گیر بیاد هستی نه نه شوگر مامی چند ساله است فکر کنم 40 به بالا میشه یعنی برای ما 10 سال بزرگتره آره دیگه خودمونم 10 سال دیگه شوگر ما همین الان هم یه جورایی یه سری ها میگن شوگریم ولی حالا درود پاشا حالت چطوره اون من خوب باشیم احساس میکنم رادیو فرداه آره صداش قشنگه اینجوری که بیمزه بگم خیلی بیمزه ولی شاید بخندی نمیدونم میدونی وقتی که دو تا آدم چاق با هم دیگه دعواشون میشه کجای مرنشون میبرنشون پیش پلیس خطا اینو ولی میدونستم وقتی که موقع پریود میشن املت میدن میرون اگه تو دیگه تونستی املت بخوری چقدر جوک ضعیفی بود نسبت به اون صدا اون آره اصلا... آره 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 اصلا کلن چیز سلام خیلی بیدردین همینطوری ببین یه مریضی فکر کنم اپیدمی آره. شده کلن توی چیزه خواهیت هم راهش انداختی اسم کنم آفرین ببین میدونی چرا هندونا اینقدر شجاعن چرا؟ چون خیلی تخم دارن این هم خوبه ولی اینا که با فکت داره بازی میکنن رو هستن بیا آقا دیروز هم به یکی پی ام میدادم بعد دیدم ساعت از 12 زوم گذشته بهش ایم داشت یه هشباه یه روز یادش میره ساعتشو کوک کنه بگو اقیهشو آفر میدونی چرا شیطان پیتزا نمیخوره چون رژیمه بعد میگو چون رژیمه فهمیدی؟ سلام پاشا یه خاطره میخواستم بگم که فقط شاید یکم بامزه باشه خیلی هم چرا همه اعتماد به نفسشو ندارن اول میگم مثلا شاید نخندی شاید خب شاید بخند آخه ما نمیخواییم بخندیم آره دیگه یعنی در واقع اوکی این که من 8-9 سالم که بود خیلی دوست داشتم روزه بگیرم یه روز پاشدیم سحری خوردیم بعد میخواستیم لامپا رو خاموش کنیم من یه خوش انگور برداشتم لباسم رو تا کردم رو به بالا گذاشتمش توشو و رفتم زیر پتو شروع کردم بخوردن و همین یه بار یه دوست دارم بشنوم چون هیچی نفهمیدم بکنم با اسقر فرهادی نسبتی بامزه باشه خیلی هم انجامش دادم این که من 8-9 سالم که بود خیلی دوست داشتم روزه بگیرم تا اینجاش که منطقیه یه روز پاشدیم سحری خوردیم بعد میخواستیم لامپا رو خاموش کنیم من یه خوش انگور برداشتم لباسم رو تا کردم رو به بالا گذاشتمش توشو و رفتم زیر پتو شروع کردم بخوردن گرفته ایسکامونو مازم نفهمیدم آره دیگه فکر کنم منظورش همین بوده حالا بریم بعد خیلی سال پیش چه کام 5-6 سال پیش خیلی هم نه که پیجه مثلا پست میذاشتن که نمیدونم مثلا پیجم ریپورت شده کامنت انگلیسی بذاری خب اصلا نمیدونستم جریان چی بچه بودم من های توی اصلا پست همیش مشکل نداشت پست گذاشته بودم که بیجم ریپورت شده لطفا کامنت انگلیسی بذاری بچه الان من که هیچی رفیقای سمم هم که میام نمیدونستن کامنت انگلیسی میذاشتن خوب بود باشا یه بند خدایی واسه اینکه طرف اون کراشش استوریشو ریپلای کنه همش پست استوری پست استوری میذاره انقدر میذاره یا به خودش میاد میبینه بلاگر شده من چرا نشده آفرین میخواستم بگم اگه سوالی داره به تو واسه مثلا اون پارت دو داشتم بشم جدی به این فکر کن کتابشو بده بیرون آره یو سلام امیدوارم حالت خوب باشه بذار روی کنیم بزنیم از بچگی میگم که من فکر کردم که خونه ها رشد میکنن چون که بابام میگفتش که مثلا خونه های بهارستان خیلی خوب رشد کردن آها خونه ها رشد میکنن مثلا که آزمایش کنم ببینم واقعا رشد میکنن یا نه رفتم مبلای خونه مون رو چسبوندم به دیوار کامل بعد گفتم ببینه خونه بزرگ میشه رفتم عقب دیوار که رشد کرده بودم و نگو چند روز بعد ما
مامان من میرفت مولر فکر کنم بعد واقعا بره نگاه کنه ببینه دیوار چند متر رفته عقب‌تر کنارشون که اگه به دیوار باشه دیوارو زخمی می‌کنه یعنی جاش میمونه دیگه بعد من یادم درست هم گرفتم چند روز بعد می‌دیدم دیدم که فاصله پیدا کرده با هم پشما می‌ریخت و گفتم که پشما پشمام الان فهمیدم چی شد ولی باحال بود سلام پشم میدونی چرا آفریقا یه نماز نمیخونن؟ چون نمازشون قضا میشه آفریقا یه چرا نماز نمیخونن؟ چون نمازشون قضا شده سلام پاشا چون خسته نباشی گفتم برات بگم من فکر کنم حدودا 4-5 سال پیش پسرم ما خیلی حرص هم داده بود که بحث ناجور هم کرده بودیم چه خلاصه این رفتیم تا همم بعد رفتیم همم چرا جا گذاشته بود هی این زنگ همم آوازه داره آقا لباس همو بیارین و این داستانون بعد من باید برش میپردم دیگه شورتش رو پیدا کردم بعد یه خود که داشتم برمیگشتم چشم پر به گلدون کاکتوس آقا چه شب روزه بد نمید شوردو کردم و روی که میبوشه انداختم رو کاکتوس هی چند بار انداختم برداشتم که قشنگ تیغا بره به خوردش بعد بردم پایش رو تقدیمش کردم حالا الان دخترمو چطوره؟ چه کاری آخه بدبخت حالا چی کارت ما یه کرده بوده چی یارو؟ وای من به خاطر همینه خیلی با فامیلامون اوکی نیستم چه کاریه؟ یه روز تو سال 2011 یه هزافا میره بالای درخت بعد به خاطر یه حادثه از درخت میاد پایین حادثه آی پام این که آره شما میدونین چرا همه لخته ما رو میبینه چون دوش داره چون چی؟ دوش داره اول سلام دوم یه سوال فنی میدونین چرا آفریقایی نماز نمیخونن اینو دیگه میدونیم قبلی گفته بود یه روز بابا طاهر اوریان داشته میرفته وحشی بافقی میاد کونش گاز میده اینو خیلی هستم خیلی هستم عاشق این جوکر هی پارسا عاشق این جوکر خیلی بامزه است اون موقع که تو مدرسه خیلی گیر میدادن برای گوش بردن و اینا یه بار منو آخه خیلی طولانیه بذار سر یه فرصت مناسب بریم میدونی به موزی که رفته پرتغال چی میگه؟ به موز مزدور سلام میدونی چرا ماهی بندگی دست نمیدن؟ چون دستشون خیسته ماهی ها وقتی میخوان از هم دیگه شکایت کنن میدونی کجا میرن؟ میان چی؟ جاجروت یه روزی یه چوپونه با گوسفندش قهر میکنه و فردای اون روز به جای این که ببرتشون چرا ببرتشون اگر عاشق این جوکم خیلی چیزه تکلیفش خیلی آره. لبه تیغه یا جر میخوری یا میدونی به آدم قد بلندی که نشسته چی میگن؟ میگن دراز نشست وای دو دقیقه رو نیستم نه دو دقیقه که پاشا میدونستی باکتری چیه؟ باکتری موجودی که قبلا با قوری بوده الان کات کرده رفته با کتری بودم خنده خودم بودم آفرین آفرین نوشته آها نه این نوشته که الان نمیتونم باشم یه کرم تحصیل کرده میپرسم میخوای چی کارشی میگه پروانه یکست پروانه کسب چون که چیزو مسیح گفتم نه ای پارسا اینو خوب میگه وای وای آه این چیز میکنه نه نه اون نه آقا مسیحو به صلیب بسته بودن بعد اینجوری دستشو گرفت بسته بودن و اینا داد میزده بی پدر مادر بیای منو آزادم کنی بیاید من اینجا دستمو در بیارین و اینا بعد یهو یه دونه عکاسه میاد پایین حالا عکاس کنه یکی از نقاشا مثلا میاد که میگه مسی مسی میخوام ازت عکس بگیرم یهو چی میکنه احساس گناه میکنم به اینجا که بخندم آره چیز نمیدونم میچی میگم ولی اون جوکشو بیشتر دوست داشتم اون طولانیه
اون خ... ببین اونو انقدر تعریف کردن این پارسا خوش به حاله اونم به حاله زب در دو مثلا دو ایکس مثلا چیزش میکنه انقدر سری میگه. من کلا تو زندگی فکر کنم یه بار تونستم ایسکا این بشر رو بگیرم. کیو؟ همین پارسا رو. اونم سر چیز بود گوسفند قرمزه. وای گوسفند قرمزه کیو؟ میمیرم. ببین میخوام چیز کنم توییتر یکی رو بگو سرچ کنم. توییتر امیر پارسا. امیر پارسا شروین هم اوکیه ولی شروین شروین خیلی زیاده فکر کنم. حالا امیر پارسا چیز میخوام ها اینو چجوری باز کنم با دندون نشوخی بچه این کار رو درستان تو خونه نکنید. آقا چیزه نوشته امیر پارسا نشاد و نبات بچی؟ نمیدونم بچه کرد بذار خودم رو سرش کنم. وایسا این عالی بود. چی بود؟ یه دختره نوشته بود که با نوشته بود با کلوز فرندز این پسره رسما انگار الان با ددان و پاشا مجلسی و بقیهشون مسافرت هم بعد صفر تو رو میگه. بعد یکی اومده پایینش نوشته که چی نوشته جدی زیره؟ یکی اومده پایینش نوشته اولش هی نداره بعد دختره زده نه بعد اولش این نداره خودش اومده. وای وای ببین یه جوری انگار با هاشون تو اتاق شد. خب نه اینا باید بیشتر راجع پلنت من راجع پلنت خبری نیست. این زیاده قشت سیاری همه دیم نمکنه نمکنه دنبال نکنی من که تنکیز این رو. آره این همین جوری بیدی کم راجع بدترین دیتی که رفتی بگو یکم. چیز گفتم پلنت ولی گفتی؟ دبیرستانی بود؟ بعد نه اشتباهی رفتم با دختره سر چیز قرار و اون نبود. منم رفتم یاهو داشتم به خدا. یاهو خیلی خفن بود نه. بابا خفن بود آخه میدونی چیش بد بود؟ اینجوری نبود که مثلا حتما بعد مثلا یه ایمیلی از یارو داشتی که مثلا میتونستی یارو رد کنی درسته یا یه دونه یوزر نیمی بعد داشتی که بتونی ردش کنی. بعد چوسیای اون موقع یادت چی بود؟ بعد عکس درست حسابی نبود که یارو مثلا عکس یارو گل نمیذاشت. نه بابا اصلا رفته بودن دوره همین یارو... 8 نفر بعد اون آره. کات کرده بود نصف چونه یکی دیگه هم تو عکس تار یعنی اصلا چیز بد. بعد من عاشق این بودم که اونایی که اپل داشتن یه دونه پلاگین بود یه چیزی داشتن که میزد داره چی گوش میده. ببین دیوونه ی همون بودم. بعد یه دونه من درآورده بودم که اپل هم نداشتی میزد این کارو برات میکرد. بعد اون موقع چوسی این بود دیگه الان یارو مثلا با ورتو یا وکس میذاره اون موقع مثلا اونجوری. ولی چقدر یاهو حال میداد. خیلی حال میداد. یه تا آهنگ میخوندم یادته؟ آره همه آهنگ خوندیم. آره دیگه همه خوندیم. بعد اون زمان مثلا یا تو رپ‌ها میذاشتیم یا مثلا نمیخواستیم هزینه کنیم تو فورشید میذاشتیم لینکشو میذاریم آپلود میکنیم لینکشو توی مثلا مثلا یاهو مثلا مثلا یه مدرسه مثلا سمیه من یهو میفرستادم سمیه ببین ویکتوریا سیکرت بودا واسه مثلا ببین واسه یه مثلا کل مهدوی میفرستادم مهدوی و سمیه ببین چیز بودن مثلا هنوزم هستن نه مثلا میرفتیم توی باغ فردوس رو میرفتیم همه میشناختن چون دبیرستان ما منحل شد چرا یارو منحل شد سمیه اینا ولی میگم هستن خیلی قوی بودن اون موقع برای اون موقع تا اونجایی که با بچه‌شون در ارتباطی ببین چی می‌خواستن آقا موزیک رو می‌ذاری آها اینو می‌خوام اول زره بگم که چیه داستانش رفت موزیک خون همین چند وقت پیش من گوش ندادم با دانیال و پیمان شمال بودیم من که نشسته بودم گفتم آقا یه موزیک مسخره میخوام بسازیم همینجوری یعنی بنویس دانیال بعد دانیال نوشته که شو شاید باورد نشه مثلا تو 7 دقیقه نوشت واقعا میگی واقعا عجیبه دانیال تو این کار یعنی دیسه منم دانیال نوشت آره واقعا فکر کنم ببین کلا مثلا
یه دونه آهنگ دیگه هم داره که اونم مثلا جلو خودم من یعنی داشت مثلا دیدی پیک میزد بعد آهنگرم گوشو داشت گوش میکرد آهنگ خودشون بودش که حالا همین چند وقت پیش اومد بیرون رفتم هموم دوش گرفتم اومدم بیرون آهنگ خونده رو مثلا گذاشت با موبایل ضبط کرده و گفتم یزید من 10 دقیقه رفتم هموم تو هم خوندی یه 20 دقیقه دیگه موندی آلبومو جمع میکنم اصلا میگم پشمام ریخته بود خب بگو اینو این چیه اینا شمال بودیم بعد یهو گفتم مثلا یهو باز خنده بود گفتم آقا مثلا میخوام یه دونه آهنگ مثلا تکستم بنویس بعد میخوام چیز کنم دیگه میخوام بخونم این مسخره بازی بعد یه ویدیوی هم شما مثلا اینجا بگیریم که حالا یه ویدیو مسخره توی همون شمال گرفتیم گذاشتم تو پیجم خب بذارم الان آره بذارم فقط بگو که چیز کنمش بخونم برات بعد سی نواز رب بخونه دیگه هر کسی صدا رسید از رام سر استانبول کارو حفظ کرده پاشا مجلسی میرسیم یعنی چی؟ ولی بعد اینو با موبایل ضبط کردم خیلی کیفش بده خدا این موبایل نه الان کیفیت خوبشو میذارم بعد دیگه چی؟ بذار ادامه شو در استانبول کارو حفظ کرده پاشا مجلسی میرم سلامت شعلانیه شد تا با کله شره تو چه شد من میخونم میخوری فشا اصلا تبلیغ میره پارسا نشد بازم تبلیغ میره پا یعنی با تبلیغ کرد نه دیگه دیوونه اتفاقا بهش آره کردیت دادی آره راست میگه آره دیگه اصلا تبلیغ میره یه روز بقیش بریم آره تبلیغ میره پارسا نشد چهیدن شدم عشق بدل کلی برنامه فقط برنامه حرف خوری حسنم سمیره با تو تو زنگ میپیچیم همه خونم همه طبق کلی آخه اینا رو نمیشناسی اینا دونه دونه مثلا رفیقامونم داره میگه بعد من واقعا رمش خونم همه جمع میشه میگه ببین این که داری به تخمم روش میخونی خیلی باحاله خیلی خنده دار نوشت اینو ریکورد کن جدی من ویدیوش هم تو استانبول برات میگیرم خیلی خنده دار شده این چرا یه ورسه همینه تموم شد مثلا یه سه بیتی مونده خب بذار دیگه ببین اینجا اساس این خبرانی میدونم توی رپ دارین عرفان زیاد ولی یه دونه از عرفان فرانی عرفان پایدارم نیست کردم آخرش نیست اصلا میگه ببین تو کارش آره میخوام وسط وادی استانبول ببین برات یه دونه یه لامبورگینی آتیش بزنم درا رو سوسایت میده بیرون بعد بیایم بیرون ازش حال کنیم نه هست ایده زیاد واسش البته چند تا کارگردان دیگه هستن الان نمیخوام اسمش بگم نه کاراشو میکنیم حالا دیگه همجوری گفتم دوران دیگه بشین بیکات من خیلی وقت خود نگرفته بودم یه حال میده جدی حالا بیا دیگه تا هستی یه هم مثلا راجع به هر چیزی آدم حرف میزنه آره با من جوری بشیم صحبت کنیم دیگه بریز بریز ها برو بریم آزاده کاده We'll be right back.